کل جنگ سوریه، کل اتفاقات اخیر سوریه در زندگی احمد خلاصه شده. I have nothing. Without dance, I am nothing. So, there is no other choice than dance. احمد جنگ رو به طور واقعی براش پیش اومده و خونش ویران شده. 5 نفر از اعضای خانواده احمد در این جنگ کشته شدن. احمد توسط افراطی‌گراها تهدید شده. پدر احمد که یه شخص متعصبی بود، حاضر نبود پسرش رقاص بشه. بنابراین تمام این موارد در کنار هم از احمد فقط یک رقصنده نمی‌ساخت. Keeping on dancing. ادامه دادن به رقص در دوران جنگ مبارزه من بود. وقتی برام پیغام‌های تهدیدآمیز اومد، جنگ برام یه مسئله شخصی شد. چرا کسی باید چون رقصندم بخواد سرمو ببره؟ من میخوام رقصنده باشم. و با رقصیدن بر صحنه آمفی‌تئاتر پالمیرا میخواستم به تهدیدگرها پیام بدم که این صحنه جای خلق هنره، نه جای کشتن مردم. من برای کارم به عنوان خبرنگار جنگ 10 سال گذشته به سوریه سفر میکردم، به کشورهایی که جنگ توشون بود سفر میکردم. و هر بار که به این کشورها سفر میکردم، گزارش عادی جنگ تهیه میکردیم از خط مقدم جنگ. ولی سوریه خیلی بیشتر از این بود برای من. سوریه که میدیدم در جریان بود، از روی صفحه‌های تلویزیون دیده نمیشد. بنابراین تصمیم گرفتم که برم دنبال یه شخصی، یه انسانی که یه زندگی دیگه‌ای داره و از دید اون نفر سوریه رو نشون بدم. یه دفعه عکسی دیدم از یه پسر خیلی خوش چهره‌ای که داره یه حرکت رقص بسیار زیبایی رو انجام میده. و بعد کلیک کردم و اومدم رو صفحه یه جوانی به اسم احمد جوده. من تو اون مکان‌هایی بودم که جنگ‌هایی که برای خود زندگی احمد پیش اومد، من از اون جنگ‌ها گزارش تهیه کرده بودم. بنابراین احمد میدونست که من شرایط زندگیش رو درک می‌کنم و میدونم وقتی که مثلا از محلش که بمباران شده داره حرف می‌زنه، میدونم چیه. We used to have a house at the street. Yes, before. But actually I can't know Where is it? من 2 تا آرزو داشتم. یکی این که تو اردوگاه یرموک، جایی که بزرگ شدم، برقصم، و دیگه این که روی صحنه آمفی‌تئاتر پالمیرا برقصم. وقتی با روزبه آشنا شدم، فکر کردم که این تنها شانسم برای تحقق دادن به این رویاست. قرار بود منو به جبهه بفرستن و هیچ تصویری از آینده خودم بعد از این فیلم نداشتم. وقتی تصمیم گرفتم این مستند پورتری رو بسازم و وقتی پخش شد، تلفن من منفجر داشت میشد از بیننده های هلندی که تماس میگرفتم و میخواستم به این جوون در سوریه کمک بکنم. و این قضیه باعث شد که این زندگی احمد تغییر بکنه، به خاطر اینکه رئیس تئاتر اپرا و باله هلند وقتی گزارش من رو دید، دعوتش کرد به هلند. احمد از جنگ به آمستردام وارد شد بعد از این قضیه. وقتی رفتم هلند، دچار شوک فرهنگی شدم. 6 ماه طول کشید که بفهمم و قبول کنم که کجا هستم. وقتی رسیدم، چمدونم رو گذاشتم خونه و فوری رفتم به سالن باله ملی، همون لحظه. و به محض رسیدن، شروع کردم بیوقفه کار کردن. اصلا وقتی نبود که بخوام جا بیفتم و با محیط آشنا بشم. دیدن این همه آزادی، این که مردم میتونستن خودشون باشن، هر چی میخوان بپوشن و هر چی میخوان بگن، برام عجیب بود. تا مدت‌ها وقتی حرف سیاسی میزدم، صدامو میآوردم پایین.
آدم اگه یک نفر رو تغییر بده، جهانی رو تغییر داده. رابطه من و پدرم الان خیلی خوبه، در حالی که قبلا اینجوری نبود. اولین باری که منو تو تلویزیون در حال رقص دید، هر کاری که بگین کرد که جلومو بگیره. منو زد، لباس رقصمو سوزوند، کتابامو پاره کرد و گفت یا درس میخونی یا میرقصی. اونجا بود که گفتم یا میرقصم یا میمیرم. در واقع این جمله رو که نام فیلم هم از اون اومده، اولین بار به پدرم گفتم و بعد به شعار زندگیم تبدیل شد. چون من وقتی شروع به رقصیدن کردم، تازه زندگیم معنی پیدا کرد. جنگ به من یاد داده که روز به روز زندگی کنم. اگه فردا زنده بودم، همون موقع برای فردا تصمیم میگیرم. و این خوبه، چون آدم ها معمولاً حال رو از دست میدن و من میخوام که در لحظه و در زمان حال زندگی کنم. گذشته و آینده الان مهم نیست.